ادامه برنامه را از شبکه جهانی آریانا می بینین و تشکر میکنم از همکار خوب ما گیتا جان نادری که بخش شما و آریانا را تقدیم ما شما کرد خدا کنه که از برنامه هایی که در طول این هفته نشر میشه شما هموطنان عزیز و علاقمندان شبکه جهانی آریانا معلومات تازه حاصل کرده باشین در این لحظات برنامه هم روی موضوع بسیار مهم میخوایم صحبت بکنیم چرا ما گاه اوقات مرتکب جرم و جنایت در جامعه میشیم عوامل مختلف وجود دارد در جامعه که سبب میشه افراد مرتکب جرم و جنایت شوند ای که چرا بعض افراد به جرم کشانده میشن آیا عوامل مختلفی که در قسمت جرم کردن افراد نقش داره چطور ما میتونیم از ایجادش جلوگیری بکنیم تمام این موارد را میخوایم صحبت بکنیم با مهمان خیلی عزیز و گرامی که با ما هستن آقای هارون محمدی افسر پلیس بسیار خوش آمدین بخیر تشکر سلام عرض ادب خدمت شما در برنامه و بیننده عزیز شما سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه صبح ها زندگی ابتدا می خواهیم که در مورد جرم بر ما معلومات بتین که جرم چه هست جرم در لغت کلمه عربی است به معنای گناه کردن تعدی کردن و تجاوز کردن را گوید در استیلا دانشمندان هر یک نظر برشته و تخصص خود از جرم تعریف نمودند به عنوان مثال دورگیم جامعه شناس فرانسوی در مورد جرم می نویسد میگر عملی که وجدان امیر جریدار کند جرم نامیده می شود علمای اخلاق قاعده اخلاقی را از زاویه دیگر تعریف میکنند می قاعده اخلاقی چیزی است که از ندای درونی انسان ها سرچشمه میگیرد بدون آن که به دخالت دولت ها نیازمند باشد معیار و میزان نیکی و بدی در وجود انسان هاست همه مهمترین تعریفی که در یک جامعه کاربرد دارد تعریف حقوقی یک جرم است یعنی آن چی در حقوق جزای کشور تسجیل یافته باشد از همان تعریف استفاده میشود. به عنوان مثال در ماده هفت کود جزا آمده است هیچ عمل هیچ عمل جرم پنداشته نمی مگر با حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد بسیار خوب و ماده 27 کود جزا جرم را چنین تعریف کرده جرم عبارت از ارتکاب یا امتناز عمل است که مطابق احکام قانون جرم شناخته شده عناصر آن مشخص و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد بسیار خوب پس مجرم به چه کسی گفته می مجرم به کسی گفته میشد؟ که حکم نهایی محکمه بالایش فیصله شده باشد و جرم به عمل گفته می شود که قانون سرعت داشته باشد قبل از ارتکاب آن نافذ گریده باشد عناصر آن مشخص و برای آن مجازات تعیین گریده باشد بسیار خوب. با فیل جرم میگن و با کس مجرم میگیم که حکم نهایی محکمه بالایش تطبیق پس تا زمانی که حکم نهایی محکمه بالای یک فرد صادر نشده باشه مجرم گفته نمیشه مجرم گفته نمیشه اول پیش پلیس مظنون میباشه بعدا متهم میشه و بعدا مجرم میشه بسیار خوب سه مرحله را باید سپری بکنم بله حالا در رابطه با عوامل جرم و جنایت بر ما معلومات بتین که چه چی چیزای سبب میشه تا افراد بیاین و جرم را در جامعه انجام بدن در مجموع علمای علمای به خاطر علت شناسی و عوامل شناسی جرم عوامل جرم را به دو بخش تقسیم میکنه عوامل جرم فردی و عوامل جرم اجتماعی عوامل جرم زای فردی مانند وراثت سن جنسیت نارسایی روانی همچنان عوامل خارجی مانند عوامل محیطی عوامل خانوادگی عوامل جغرافیایی و عوامل اقتصادی در تک ارتکاب جرم نقش دارد آها از عوامل فردی هم یاد کردین ارسیت هم گفتین و امکان داره مثلا یک فرد که در یک خانواده بزرگ شده باشه که ممکن پدرش یا هم اعضای خانوادهش مرتکب به جرم شده باشه از طریق جنیتیک انتقال کرده باشه به خود فرد تعداد از جرم شناسان میگه می اما دوره که ها بعض شباتای های فوتوتی و جنیتی به مانند رنگ پوست و رنگ چشم و حتی بیماری ها را از والدین خود برس میبره ممکن از لازم علم جنیتیک وارس استعداد های خوب و بد والدین خود باشه در این میان سزا لامبروز و جرمشناس ایتالیاوی تحقیقات خود را بالای, بالای جمجمه سر تعداد 300 تن مجرمین مرده و بیشتر از 500 تن مجرمین زنده تحقیقات خود انجام داد بسیار. و به این نتیجه رسید که انسان فطرتا مجرم به دنیا می آید ام. و موضوعی را به نام کرایم البون وارد بحث جرم شناسی نمود بسیار این نظریه تحت انتقاد جرمشناسان شناسان قرار گرفت و ام. رد شد این نظریه لامبروزو و بعض جرم های دیگر مانند گابرل تات و ادوین جرم شناسان آمریکایی این موضوع را کاملا رد کردند چرا رد کردند تارت میگه میگه درست است والدین مجرم فرزندان مجرم می داشته باشه اما این ریشه در ژنتیک نه بلکه به تقلید داره به اثر تقلید از والدین خود جرم را یاد گرفته اشحاب. و ساعت الان میگه می اگر کسی نداند که یک بانک چگونه سرقت میشه هرگز سرقتی را ترتیب داده نمی یعنی مکلف است که جرم را در اجتماع بیاموزه احا. تقلید کردن برمیگرده به انتخاب فرد به پتانسیل و زکاوت فرد که از انسان منفی تقلید می‌کند. یا از انسان و, و او هم بر میگرده به اینکه در جامعه و در اطراف او فرد تا چه اندازه انسان های مثبت وجود داره و, و تا چه اندازه هم انسان های منفی, منفی که از اونا به نحو الگو برداری برنه. الگو برداری میکند. بسیار خب موضوع بسیار جالب شما بیان کردین در ادامه هم می خواهیم که در مورد انواع جرم بر ما بگویند که جرم به صورت عموم چند نوع هست و به چند شکل دیده میشه جرم در مجموع در مجموع یکی جرایم اقتصادی است یکی جرایم محیطی است که به اثر در محیط یک محیط فاسد پیشتر هم عرض کردیم و جرم جرایم فردی است که نارسایی روانی یا یا جنسیت و وراثت که دو نقش دارد بله پس بعض مجرمین هم هستن که از اثر عوامل اقتصادی سبب میشه که یک جرم را مرتکب شوند و ممکن کسایی باشند که در شرایط بد اقتصادی به سر ببرند و مو خود فقر سبب شوه که اونا یک جرم را در جامعه انجام بدن یک سوال مهم دیگه که شاید در ذهن اکثریت بیننده های ما هم باشند چرا اکثریت مرتکبین یک جرم از طبقه مردا هستند گراف جنایی نشان میده که در هر جامعه و در هر عصر زمان و مجرمین ذکور به مراتب بیشتر از مجرمین اوناس است مطالعاتی که از نظر علم جرم شناسی صورت گرفته نشان میده که در در سرشت زنان عوامل بازدارنده وجود دارد که خانم ها را از ارتکاب جرم باز میدارد این ای عوامل را به سه بخش میشه به سه بخش تقسیم کرد حوامل بازارندی اولی که خانم ها مرتکب جرم نمی شود این است که خانم ها به دلیل نقش جنسیتی که دارند نمی توانند مرتکب جرم شود فرانسیس ایدنسن در کتاب زنان و جرم اظهار می دارد میگه اگر خانم در فکر پرورش دادن و تربیت کردن سه فرزند باشد با سختی می اکثر را ترتیب دید خصوصیت دوم یا عوامل دوم که خانم ها مرتکب جرم نمی شود این است که خانم ها عاطفه بیشتری دارند در مقابل مردان قسیل قلبند یکی از شرایط ارتکاب جرم این است که قصیل قلب بودن است فرد زمان مرتکب جرم می شود که قسیل قلب باشد شفقت و میربانی نداشته باشد در حالی که خانم ها عاطفه بیشتری دارند و مردان قسیل قلبند و ویژگی سومی که خانم ها مرتکب جرم نمی شود این است که خانم ها فعالیت جرمی را خلاف شهن خود می دانند یعنی میگه در شن یک خانم نیست فیل جرمی را اجرا کند در حال که زورگویی و جنگ در جامعه نزد مردای یک امر معمول است و سوی دیگر خانمها خود را وفادارتر به قانون میدانند و, و تحقیقات هم نشان میده که سازمان پلیس همیشه وقت اعتماد زیادتر بالای خانم ها دارد ما شما میبینیم گاه گاه مجرمین و یا مخالفین مسلح اگر بخواید که از یک چک پوینت پلیس عبور کند خود در لباس خانم زنانه پنهان میکند تا از تیز و تیز بینی پلیس با باشه هم بسیار جالب این میزان و این بررسی که در, مرد در نزد مردا جرم و جنایت بیشتر دیده میشه در تمام سطح جهان است و یا هم در برخ جوامی مشخص شده نه در مجموع در, در سطح جهان است اما باز در جوامی سنتی بیشتر است آه بیشتر هست. یعنی خانم ها بسیار کمتر مرتکب جرم میشه در جوامی که و در جامعه که باز هستند بازداروش فیصدی بالاتر داره نسبت به جامعه که جامعه سنتی بسیار خوب بسیار خوب حالا صحبت بکنین روی عوامل بازدارنده جرم و جنایت که چه چیزای میتونه کمک کننده باشه تا افراد را از مرتکب شدن به جرم و جنایت جلوگیری بکنه پیشگیری از ارتکاب جرم در مجموع به سه مرحله تقسیم میشه مرحله اول پیشگیری از ارتکاب جرم این است که فرد قبل از اینکه با جرم و جنایت آشنایی پیدا کند ارزش تولید شود جرم زدایی صورت بگیرد یعنی تعلیم تربیه درست شود ویکتور اوگو نویسنده معروف فرانسوی می یک جمله دارد میگه یک مکتب را در اجتماع باز کنید تا دروازه زندان در جامعه بسته شود یعنی ما در قدم اول با تعلیم تربیه درست می توانیم دروازه زندان ها را در جامعه بسته کنیم <applause> مرحله دوم پیشگیری از جرم این است که فرد مرتکب جرم نشده اما داستانه ارتکاب جرم قرار گرفته <applause> یعنی در شرایط برانی به سر میبره مانند افراد موتاد افراد ولگرد و کودکان بی به عنوان مثال اگر از کودکان بی حمایت صورت نگیره احتمال اینکه به گروه مافیایی جذب کرده بسیار زیاد است واقعا و اگر از افراد موتاد و یا از افراد ولگرد نظارت صورت نگیره احتمال مرتکب جرم شود بسیار است. <applause> بله یک دنیا سپاسگزار هستم از حضور شما آقای هارون محمدی افسر پلیس از اینکه معلومات بسیار جالبه تقدیم ما با بیننده‌ی عزیز کردین اگر پیام و گفتنی یا داشته باشین بفرمایید پیام برای آن از جوانانی است که با جرم و جنایت قلب و ما را جریه دار میکنند پیام برایشان این است که قبل از اینکه قانون با شما محاسبه کنه خود را محاسبه کنید در غیر آن زندان‌های افغانستان و قانون جزای افغانستان انتظار اصلاح مجدد شما را دارد یک سپاس گزار است. خوب خوش برتم شکر, سلامت باشی. بخیر باشی. از شما هم تشکر می کنم. همین افغان منتظر ما است. وقت بیشتر برنامه را به همایون می سپاس گزار است از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلک نمایید.